بدون مرز. تمامی مرزها مانع می شود که عطوفت و مهربانی به آحاد بشر برسد. مرزهای اعتقادی، اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی، سیاسی و امنیتی باید برداشته شود. یک جهان است و یک انسان، یک آرمان است و یک لبخند. درود بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه بدون مرز. مریم معززاده هستم و با 20مین سری از این برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم. صدای ما رو از رادیو بیداری میشنوید. برای این دسته از عزیزانی که داخل ایران برنامه ما رو تعقیب میکنن، فقط اعلام کنم این هفته هم به طور مستقیم و همزمان رادیو پژواک دوست این برنامه رو به صورت صوتی و تصویری مخصوصا برای داخل ایران پخش میکنه و با راحتی بیشتری میتونم دنبال بکنم. و اما امروز یک شنبه است و ما در هفته گذشته خبر سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی یعنی ظریف، محمد جواد ظریف رو داشتیم به اروپا و به ویژه به سوئد و بعد هم به نروژ و پاریس. در حاشیه خبرها به هر حال اخباری منتشر شد و در به اصطلاح صفحات مجازی دوستان و فعالان سیاسی خارج از کشور انعکاس یافت که حضور منتقدین و معترضین و مخالفین جمهوری اسلامی جلوی وزارت خارجه و به هر حال در این کشورهای اروپایی و همچنین جلوی سفارت ایران بود که دست به اعتراض و تظاهرات زدن. با توجه به اینکه ظریف مکرراً منکر وجود زندانیان سیاسی و کشتار اعدام شده و به دروغ هم خودش رو پروفسور حقوق بشر نامیده و این یک تمسخری ایجاد کرده برای خودش و همچنین خواسته دیگران رو مسخره کنه ولی خودش رو مسخره کرده و همچنین همیشه منکر میشه به جای که پاسخگوی افکار عمومی باشه و میگن که چرا شما زندانیا رو به هر حال آزاد نمی‌کنید به خاطر عقیده و مسلکشون، اونها رو زندانی می‌کنید یا به خاطر ابراز عقیده یا که اعتراض کوچیک، و اون منکر میشه میگه و ما اصلا زندانی سیاسی نداریم. و همچنین به دلیل جنایت‌های بیکران و زیاد و بیشماری که جمهوری اسلامی که به هر حال خب ظریف هم سخنگوش هست و یکی از مهمترین مدافعین اون هست الان در حال حاضر و سعی میکنه چهره رژیم رو در بیرون از کشور خوب نشون بده، معترضین خواستار این شدن که به جای اینکه این وزیر خارجه تحریم شده رو که مشخص شده که داره به افکار عمومی دروغ میگه شما بازخواست بکنید، چرا براش فرش قرمز پهن میکنید و به کشور خودتون راه میدید. بنابراین این باعث اعتراض شده و مردم با گرفتن مجوز، ایرانیان مقیم سوئد در استکهلم مجوز گرفتن و یک تظاهرات و تجمع مسالمت‌آمیزی رو روبروی وزارت خارجه ترتیب دادن که البته با کمال تأثر و تعجب مواجه با خشونت خیلی زیاد پلیس شدن که با سگ و اسب اومده بود و سعی می‌کرد اونها رو به عقب برونه و ناگهان به اونها حمله کرد و با باتون اونها رو مورد ضرب و شتم قرار داد و توهین کرده بود، روی زمین خوابونده بود و شماره هم بازداشت کرده بود. یعنی صحنه‌هایی که الان همکارانم هم نشون شما دادن، اولش آدم اگر دقت نکنه به یونیفرم پلیس فکر می‌کنه که داخل ایران و در زمان جمهوری اسلامی اتفاق افتاده.
اینجوری سرکوب کردن، ولی متاسفانه همجور که در تصاویر میبینید در اصل در یک کشور منادی آزادی و دموکراسی به این شکل با مردم معترضی که دست خالی بودن و یک تجمع صلح‌آمیز داشتن و فقط خواهان این بودن که با جنایتکاران اینجور مماشات نکنید، اینطوری مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. به هر حال جای بحث و گفتگو زیاد داره و قبل از هر چیز من فقط بگم که اغلب رسانه‌های خارج از کشور که ایرانی زن به صدا فارسی زبان خارج از کشور این تجمع رو و این برخورد رو پوشش ندادن، در صورتی که خبر کمی نبود و قابل صرف نظر هم نبود، مثل یورونیوز و بلکه یورونیوز با محمد جواد ظریف یک مصاحبه رسمی هم حتی کرده و به نوعی باز مشروعیت داده به کارش، ولی و حتی و همچنین مثلا تلویزیون NOS هلند یا تلویزیون آلمانی ها اصلا بازتاب ندادن این اعتراض رو، فقط پرداختن به سخنان خود ظریف و در اصل اونها هم به هر حال به نوعی با جمهوری اسلامی هماوایی کردن. به هر حال هر چی که تحلیل وجود داره یک کنار، من خواستم فقط این رو استفاده بکنم، باز گوشزد بکنم، این که ما میگیم سیاست میتونه تا چه حد خلاف عدالت و حقیقت باشه و مقابل انسانیت قرار بگیره. برای همینه شما نگاه بکنید، تصور ما این بود که به هر حال کشورهای مدافع حقوق بشر که دارن تو سازمان ملل همشون کرسی دارن، کشورهای اروپایی هر سال یو پی آر برگزار میکنن برای کشورهای مختلف، برای هر کشوری هر 4 سال یه بار میان بررسی دوره‌ای میکنن که آیا به حقوق انسان ها رسیدگی میکنه یا نه، بعد اینها میخوان تصمیم بگیرن برای انسان ها در سازمان ملل و برای حقوق انسان ها. ولی خودشون اصلا سوئد خنده‌دار این هستش که خودش پیشنهاد دهنده مثلا رزولوشن و قطعنامه‌ای هستش که در سازمان ملل و در شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار مطرح بشه و نقض حقوق بشر کشورها رو میاد گوشزد میکنن در این رزولوشن. مثلا قطعنامه‌ای که میدن علیه ایران باید توسط سوئد نوشته بشه. شما تصورشو بکنید چه خواهد شد و چه آشی پخته خواهد شد وقتی که این برخوردش باشه با مماشات با رژیم جنایتکاری که اینجوری داخل ایران داره مردم ایران رو به گروگان میگیره. زندانی های سیاسی اعتقادی دارن بابت یک حق حرف کوچیک، انتقاد کوچیک صنفی حتی مردم رو ضرب و شتم میدن، شکنجه میدن، بازداشت میکنن، اعترافات اجباری میگیرن، ترور شخصیت میکنن، به خونه ها حمله میکنن، در خیابان ها سرکوب میکنن، میکشن، حقوق بشر رو در هیچ سطحی رعایت نمی کنن. الان شما نگاه کنید این ساختن سدهایی که توسط سپاه صورت گرفته، حالا نمیخوام با این مسئله قاطی بشه ولی فقط اشاره میکنم همون سد گوتوند که خیلی سال در موردش بحث بود، این در از حق حقوق این مردمی رو ضایع کرده که اون حاشیه زندگی میکردن، اونجا زندگی میکنن در اون روستاهای خوزستان و چگونه اکوسیستم اونجا رو تحت تاثیر قرار میده و اون آب شوری که پشت اون سد جمع شده به علت نمک هایی که حل شدن در اون منطقه میتونه چه تغییرات وحشتناکی و منفی برای اکوسیستم اونجا و محیط زیست داشته باشه. این حقوق اون منطقه است و حقوق مردم ایرانه. این که هوای تمیز داشته باشن، این که آسایش داشته باشن، این که صلح داشته باشن، این که صلح همه خودش شامل صلح درونیه، صلح داشتن قوانینی که آدم بتونه اعتماد کنه با قلب آرام بدونه که یک کشوری داره که حافظ منافع اونهاست. ما هیچ کدوم از اینها رو داخل ایران نداریم و کوچکترین و ابتدایی ترین حقوق انسانها زیر پا گذاشته میشه و پایمال میشه، ولی قرار کسایی که بیان ناظر باشن برای اینکه اجرای حقوق بشر بشه و عدالت بشه خودشون بیان اینجوری زیر پا بذارن، نه تنها مماشات کنن و روابط خوب و دوستانه داشته باشن و باعث گسترش این رفتارها و جری شدن رژیم بشن، بلکه مردم معترضی رو که صلح‌آمیز اومدن اعتراض میکنن به این شکل وحشیانه و
توهین‌آمیز مورد ضرب و شتم قرار بگیرن. به هر حال نشون میده همون ادعای ما رو که الان نه سیاست به درد بشر میخوره و میتونن سیاسیون با این روندی که در پیش گرفتن به داد بشریت برسن، نه دیانت که خب قبلا توضیحاتش رو دادیم و چگونه این که بارها در برنامه قبلی که حتی همین سیاست مداران و سیاسیون سوء استفاده از مذهب میکنن برای استثمار بیشتر مردم و به هر حال و دوست دارن و حمایت میکنن از دولت اسلامی در منطقه و استیلای دولت‌های مذهبی در منطقه خاورمیانه رو حمایت میکنن فقط به دلیل اینکه بتونن از این راه و با استفاده از پتانسیل اسلام مردم رو بیشتر سرکوب بکنن و مورد استثمار قرار بدن و ثروت‌های اونها رو به تاراج ببرن. و واقعا زمان اون رسیده که ما بیدار بشیم و به این نتیجه برسیم که این نمیتونه ما رو نجات بده و ما باید راه دیگه‌ای داشته باشیم و یک راه حل دیگه‌ای پیدا بکنیم و به هر حال پاسخگوی بشریت نیست. خب دوستان عزیز، همونجور که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، در رابطه با سفر ظریف به اروپا و به هر حال اعتراض ایرانیان کشورهای مختلف سوئد، نروژ و پاریس، همچنین در رابطه با خود سفر ظریف من خواستم که از دوست عزیزی دعوت بکنیم که مهمان برنامه ما باشن و با هم گفتگوی داشته باشیم. جناب زمان فعلی که روزنامه نگار و تحلیلگر هستند و مطالب خوبی رو می نویسن در رابطه با وقایع سیاسی ایران و منطقه. درود بر شما جناب فعلی. درود به شما مریم عزیز، سپاس از وقتی که به من دادی، خسته نباشی، در خدمت شما هستم. خواهش میکنم جناب فعلی، در رابطه با خب من قبل از اینکه شما بیاین روی خط با بینندگان صحبت میکردم در انتقاد به اینکه پلیس سوئد معترضین رو سرکوب کرد و به هر حال خیلی تأسف انگیز هست مماشات با این رژیم از سوی دولت‌های اروپایی و برخورد پلیس در کشوری که به هر حال منادی آزادی و دموکراسی است. در این رابطه ابتدا اگر صحبتی داریم بفرمایید با بینندگان. خواهش میکنم. به هر روی یک مثالی خودمون داریم، میگه که کمال همنشین در من اثر کرد. احتمالاً و این سعودی هم که وقتی که اون تیم اقتصادیشون به ایران رفت، اون چند تا خانومی که مدعی هستن کشورشون فمینیسته و پیشرو دولتشون در دست زنها هستن، هر حال تأثیر گذار بی تأثیر نیست روی رفتارشون. البته قطعا هم در کنارش خب جمهوری اسلامی دیگه، جمهوری اسلامی طبعا فشار میاره به خاطر مخالفین، مخصوصا مخالفینی که برای اولین بار در 40 سال گذشته همگی با هر تفکری چه در سوئد و چه در پاریس کنار هم ایستادن و تنها نقطه هدفشون جمهوری اسلامی بود که به نمایندگی ظریف و یک نبید روزهای بهتری میان این مخالفان که همیشه تفاوتهای فکریشون باعث اختلافهای شگرفی میانشون بود، حالا فهمیدن که باید کنار هم باشن. اما جواد ظریف به اروپا اومده، جمهوری اسلامی حال ناخوشی داره از لحاظ فشارهای آمریکا، بسیار در شرایط بدی قرار داره، سقوط فروش نفتشون طبعا اینو
این مسئله رو به وجود آورده که وزیر خارجه یا همون مالکش اعظم به قول وزارت خارجه آمریکا دوره بیفته در کشورهای اروپایی، در لفافه هم به اصطلاح یک تفرقه بین اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها مثلا به وجود بیاره که اروپایی‌ها با ما خوبن و ما میتونیم با اونا روابط اقتصادی داشته باشیم، در حالی که برجام که دیگه مرده، اینا روی قبر مرده روی قبری دارن شیون میکنن که جنازه در اون نیست و اینستکسشون هم که به بنبست خورد. یعنی این نشان از اینه که اروپا بدون اجازه آمریکا هیچ کاری نمیکنه، در حالی که اگر هم قرار باشه انجام بده خب طبعا با جریمه ها و هزینه های گزافی روبرو خواهند شد و قطعا اروپا دست به همچین کاری نخواهد زد. اما تنها کاری هم که میشه کرد طبق همون آمریکا هم که خودش اون رو به تحریم نکرده، دارو و چیزهای غذایی هست، بخش خوراکی هست، اینا جزء تحریم ها نیست، هرچند که جمهوری اسلامی در داخل بسیار به پروپاگاندا میپردازه که دارو تحریم هست، اما دارو تحریم نیست و همین مسئله نشون از اینه که بین خود آمریکا، بین جمهوری اسلامی و حاکمیت غیر قانونی جمهوری اسلامی تفاوت قائل هست و اون رو از ایران جدا میتونن. حالا دوباره آقای ظریف قراره در ژاپن بره، به چین بره، به نظر من تازه تلاش های آخرش رو میکنه ولی نتیجهی به بار نخواهد آورد و نه برجام زنده خواهد شد و نه شکل اقتصاد ورشکسته جمهوری اسلامی رو میتونه نجات بده. بله متاسفانه من قبل از اومدن شما عرض کردم خدمت شنوندگان که اگر بخواد اینجوری سیاست جهانی رو به این سمت بره که به هر حال یه نوعی با هم مماشات کنن و چشم پوشی بکنن جنایت های هم دیگه، ما به جایی نخواهیم رسید. حالا امروز یه جنایتکاری رو حمایت میکنن یا پیروز میشه، به هر حال یه روز نوبت خودشون هم میرسه و در خیلی از کشورها دچار بحران میشن. الان کشور اروپایی دچار بحران هایی هستن به هر حال با حضور مهاجرین، گرچه باز اون هم حق انسان هاست که مهاجرت بکنن، ولی که همین مشکل مهاجرت افراد بسیار زیادی که از بحران های سیاسی مناطق به هر حال خاورمیانه یا آفریقایی هستن و به هجوم آوردن به این کشورهای اروپایی و اینها رو دچار مشکلات اقتصادی کردن، نتیجه سیاست غلطیه که حمایت و مماشات با رژیم‌های دیکتاتوری و مناطق داشت. به هر حال ممنون از توضیحاتتون. بعد از اینکه به هر حال نمیدونم در پاریس چه دستاوردی داشته وقتی که ایشون رفته پاریس و یا استکهلم، تونستن، آیا شما اطلاع دارین که چه جور قول و قرارهایی بهش دادن؟ تا اونجایی که من خبر دارم صحبت های ایشان در مورد با مکرون، توی پرانتز هم عرض کنم که زیاد همچون پذیرایی آنچنانی شکل رسمی از اون نشده، خودش تنها اومده، از فرودگاه پایین اومده، ماشین سفارتخانه رفته دنبال چی که از ارکان مسئولین یا کسایی که به دولت فرانسه مرتبط هستن ایشان به استقبال این نرفتن، فقط گویا یک صحبتی با امانوئل مکرون داشته که گویا قبل از اجلاس G7 که در فرانسه برگزار میشه آقای مکرون در مورد برجام صحبت کنه، یعنی با کشورهای دیگه‌ای که در این اجلاس در شرف آغاز هست در اون مورد صحبت کنه که این هم به جایی نخواهد رسید، یعنی مماشات آقای مکرون حتی یا آلمان با جمهوری اسلامی یا سوئد به جایی نخواهد رسید. البته نباید از اروپایی ها هم بیشتر از این انتظار داشت، رفتار 50-50 و دوگانه اینا
بیشتر باید از طریق مردم تغییر خواهد کرد، مردم ایران. من بر این اعتقادم، اتفاقا هم در این موردم نوشتم. این اروپایی‌ها تا وقتی که جمهوری اسلامی قدرتش میچربه در مملکت به مردم، طبعا با یک حکومت حمایت میکنن از حکومت موجود. لذا اگر حکومت مردم دستشون دست قدرتشون بچربه بر جمهوری اسلامی، مانند ونزوئلا، اون شخص نماینده یا اپوزیسیونشون یا مخالفانشون رو به رسمیت خواهند شناخت. اروپا معامله‌گر هست، دنبال مالخری هست به اصطلاح، و باید مردم این رویه رو تغییر بدهند. و امیدوارم در شرایطی که تحریم‌های آمریکا جمهوری اسلامی رو کلافه کرده و بارها هم از طریق رسانه‌های مختلف آمریکا حمایت خودشو از اعتراض‌ها و جنبش های اجتماعی مردم ایران اعلام کرده، ما الان مردم بهترین فرصت دارن که در روزهایی که جمهوری اسلامی حال خوبی نداره و زیاد از باوسبی که همین سفرها رو داره از بی اعتباری جهانی داره رنج میبره، استفاده بشه و با اون در کف خیابون با این حاکمیت شرور مقابله کنه. بله، سپاس از شما و اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و توضیحات خوبتون. امیدوارم که در حال روند جهان و کار جهان به سمت خوبی بره و به سمتی بره که کمتر دیگه کشتار و جنگ و بی‌عدالتی رو شاهد باشیم. به ویژه آرزو میکنم برای هموطنانمون، هم چه اونهایی که این همه سال در تبعید هستن، چه اونهایی که داخل ایران در رنج و اسارت به سر میبرن و گروگان این رژیم در حال اهریمنی هستن، روزهای خوبی هم بالاخره بیاد. به هر حال مردم ما زیاد هزینه دادن و زیاد هم خیانت دیدن، هم از سوی بعضی از هموطنان، هم از سوی دولت‌های شبیه دولت سوئد که این اقداماتو میکنه، یا برخی از دولت‌های اروپایی که مماشات‌هایی رو کردن. و به قول شما، حالا امیدواریم که در انتهای راه باشه، ولی حرف خوبی رو اشاره کردیم و اون اینکه مردم خیلی مهم هستن و تاثیرگذار هستن. اگر ما همگی با هم بخوایم، هیچ دولت و قدرتی نمیتونه کار دیگه‌ای بکنه و تصمیم دیگه‌ای برای ما بگیره. این دیگه خودش یه شرط و واضح هست. ولی به هر حال همگی با هم شدن نیاز به رسانه داره، نیاز به سازماندهی داره، تشکیلات داره، نیاز به آگاهی رسانی و روشنگری داره، که خب اینها همه پیش نیازه یه تشکیل به هر حال یک همراهی و همگرایی هست برای نگفتن به جنایت، نگفتن به ظلم و به هر حال رسیدن به اون چه که واقعا سزاوار ملت ما هست و سالیان سال ازش محروم بوده. جناب فعلی، شما توضیح یا صحبت دیگه اگر دارین بفرمایید. سپاس از شما و مرسی که از وقتی که به من دادید. آینده ایران درود بر شما. خواهش میکنم، بدرود. خب عزیزان، طبق روال همیشگی برنامه، یک قسمتی به نام ترک معادلات تکراری داریم که قسمتی از تدریس‌های آقای بروجردی رو براتون همیشه انتخاب میکنیم و میگذاریم. قسمت این هفته، تدریس این هفته در مورد
به هر حال بررسی یکی از اسناد دینی هست در رابطه با بعثت و اینکه پیامبر بعثت خودش رو برای مالندوزی گفته بوده نیست و بررسی این سند و حقایق تاریخی و انطباق اون که در اصل عدم تطابق بین سند و سند رو آقای بروجدی بیان میکنن که چی بوده در تاریخ و چی گفته شده و هر حال چگونه اجرا شده. ما هم دیگه اول این قسمت از تدریس ایشون رو بشنویم. مبعث با مال کاری ندارد. آیا اموال فقط پول است؟ ما یملک از تملک نمی آید و آن از ملک و تبعاتش نیست. کتاب مشکات الانوار صفحه 321 حدیث 10018 از امام صادق آورده است که پیغمبر گفته است لم نبعث لجمع المال، مبعوث نشدم برای جمع کردن اموال، ولیکن بعثنا لانفاقه، ولی مبعوث شدم تا انفاق کنم، انبار رو پخش کنم. سوال این است که اموال شخصی است یا عمومی؟ یعنی اینجا منظور پیغمبر اموال برای خودشه یا برای بیت المال؟ برای خودش که قطعا نیست، یعنی پیغمبر اهل جمع‌آوری مال نبوده، پس برای بیت الماله. باز بیت المال پر نمی شود مگر به وسیله جهاد. جهاد هم انجام نمی شود مگر از طریق کشورگشایی و ضبط اموال مردم آن کشور و داخل کردن به خزینه مملکت. پس این لم نبعث لجمع المال نمیتواند جایگاه عقلانی داشته باشد. تمام این درگیری ها که زمان پیامبر بود برای چی بود؟ چندین بار پیامبر هنگامی که در مدینه بود قبل از فتح مکه به کاروانهای تجارتی اهل مکه که از سوریه شامات می آمدن حمله می کردن و اموالشون رو می آوردن داخل مدینه. بعدها هم که جانشینان پیامبر آمدن به نام اسلام حاکمیت ایجاد کردن، دیگه اونها جمع مال رو برای بیت المال نخواستن، برای خودشون خواستن. یعنی اموال در جهت تحکیم قدرت آنها. هم همینجور بودن ها. این لم نبعث لجمع المال یک بدعتی بود که در این حرکت
راه سوء استفاده برای خلفا و حکام و جانشینان باز شد. ولیکن بوئسنا لانفاقه، ما مبعوث شدیم که انفاق کنیم. انفاق تحت عنوان صدقات، زکوات که زیر مجموعش می شود کفاره و خمس و سهم و فطریه. خب این لم نب اصل جمع المال، تاریخ میگوید جمع مال شد در اسلام و به نفع اشخاص تمام شد، یعنی خلیفه سوم به خاطر جمع مال کشته شد. مردم ممالک تحت سلطه اسلام قیام کردند، شورش کردند، به پایتخت آمدند و او رو کشتند. او مال جمع کرده بود، بعد یه نفر از صحابی که هم تراز اون بوده به نام ابوذر غفاری در یک جای لم یزرع جان میده، در حالی که آب و نون هم نداشته. یا همین معاویه، اگر معاویه قدرت مالی نداشت چگونه با علی می جنگید و پیروز می شد؟ کیسه های زر را فرستاد. همین ابو هریره ای که مستند اهل سنته، دو سه سال با پیامبر بوده، 60-70 هزار قال رسول الله درست کرده، از برکات همین جمع مال. بعد از شهادت علی، معاویه تمام پولهایی که از کل ممالک تحت سلطه جمع می کرد خرج نابودی طرفداران و مدافعین علی می کرد. لم نبعث لجمع المال، اجتماع اموال در زیر سایه ایجاد قوانینی که راه رو باز می کند. ای کاش فقط مال بود، به خاطر همین اموال چه خونه ها که ریخته شد، چه جنایاتی که انجام شد. خب همچون که شنیدین عزیزان، به هر حال مسئله مالی و قدرت و مال در اصل یک مسئله حساسی هست که بیشتر باید مورد تفکر قرار بگیره، به دلیل اینکه هم سیاست مداران هم دین مداران با به دلیل قدرت طلبی و مالاندوزی تا حالا جنایت های بیشماری رو در طول تاریخ اعمال کردن و مردم بسیاری رو به ورطه نابودی و یا زندگی بسیار وحشتناک بردن. هرچی که جنگ هست و هرچی که اختلافات قومی، قبیله‌ای، مذهبی، عقیدتی، وقتی که ریشه یابی میشه، ریشه همه اونها در همین قدرت طلبی و یا مالندوزی بوده که به هر حال این دو، پول و قدرت، دو تا گزینه همیشه همراه هستن. چون همونجور که در تدریس هم اشاره شد، تا وقتی که پول نباشه قدرتی هم نیست. همونطوری که الان ما میتونیم از این سند استفاده بکنیم و ببینیم که سیاست مداران در عرصه جهانی به هر حال سعی میکنن با اعمال سیاست هایی و به ویژه با استفاده با ادیان و عقاید مذهبی
در گوشه گوشه جهان به هر حال ثروت‌ها رو به سمت خودشون بکشن و یک عده‌ای مخصوصا در دنیا هستن که از ثروت بیشماری برخوردار هستن و این ثروت‌ها رو به هر حال نه که یک عده شخصی باشه به صورت کمپانی‌های معروف این ثروت‌ها رو استفاده می‌کنن در راه احداث رسانه‌های زیادی و به هر حال عرصه اطلاع رسانی و رسانه‌ها رو برای خودشون قرق می‌کنن و بنابراین و به تبع میتونن به وسیله این رسانه‌ها افکار عمومی رو به اون سمتی که خودشون می‌خوان سوق بدن و اجازه ندن که یه سری مسائل و حقایق در دنیا برای مردم بازگو و شفاف سازی بشه. و من دردسرتون نمیدم، در گوشه گوشه تاریخ، در گوشه گوشه دنیا شما میتونید این مثال‌ها رو ببینید و مخصوصا امروز که خیلی مسائل بازتر شده و مردم آگاه‌تر شدن خیلی راحت میتونید شما این مسئله رو ببینید و مثال بزنید. خیلی از هزینه دهی‌های بسیار از انسان‌ها، خیلی صدای حق‌طلبی اونها رسونده نمیشه چون که مستقل هستن، چون نمیخوان زیر نفوذ یک گروه یا یک به هر حال مثلا حزب یا دسته‌ای باشن که با طبقه حاکم هست یا با گروهی هستش که رسانه رو دارن یا نمیخوان باج بدن، به این دلیل اونها سکوت باید بکنن. جریان آقای بروژدی که از واضح‌ترین و شاخص‌ترین این مثال‌ها هستش و بوده که ایشون با چه صداقت و با چه از خودگذشتگی تمام زندگی خودش رو هزینه کرد برای بیان حقایق، چه از نظر سیاسی و در دوره‌ای که ایشون فعالیت سیاسی می‌کردن و مقاله‌ها و بیانیه‌هایی رو می‌دادن که میشه گفت در نوع خودش بی‌نظیره. و اگر می‌خواستیم مقایسه بکنیم با زندگی افرادی که در طول تاریخ مطرح شدن، ایشون نه تنها از اونها کم نداشتن که خیلی بیشتر هم داشتن و نوع مبارزاتشون و خلاقیتشون در مبارزه به صورت خشونت پرهیز، مبارزات خشونت پرهیز میشه مثالی باشه برای این نوع مبارزات و برای کسانی که دوست دارن در کشورهای مختلف تحقیق بکنن برای جامعه ایران در نوع خودش بی نظیر بوده. ولی چیزی که ما دیدیم و مثال زنده اون هم هستیم الان، من به راحتی میتونم به شما بگم، به جرأت میتونم به شما بگم که بایکوت کامل بوده و نخواستن رو بگن. یک بار حالا در یک برنامه در آینده من قول میدم که خیلی بیشتر براتون بازگو کنم، شاید کم کم تمام اون چه که بر ما رفت و گذشت و برخوردهایی که با شما شد رو گفتیم و مخصوصا در همین برنامه میتونیم بگیم، ولی من امروز فقط براتون بگم که این مثال یک مثال آشکار هستش که نه تنها در داخل ایران ما سرکوب شدیم و نتونستیم حقیقت و حقایقی رو که به اونها دست یافته بودیم که آقای بروژدی این رو کشف کرده بودن و دست یافته بودن، کشف یعنی که حجاب‌ها رو از روی اونها کنار زده بودن، اسناد و مدارکی که موجود بوده ولی یافتن در دل اسناد دینی و کتاب‌های دینی که در اختیار عموم بگذارم که بتونن به طور مستند ببینن استثمار و ظلم‌هایی رو که دین به مردم دنیا کرده، مخصوصا به مردم ایران کرده و نقض حقوق انسان‌هایی که از طریق دین اعمال شده ایشون به وضوح آوردن و در کتاب خودشون گفتن، ولی تریبون به ایشون داده نشد و مورد سرکوب واقع شد یا در زندان شکنجه شد و در بیرون هم به وفور ایشون رو سانسور کردن. من در پاریس بودم، نگذاشتن بیانیه‌شون رو بخونم. هم کسایی که معترض باشن به رژیم اسلامی و خودشون رو طرفدار آزادی بیان می‌دونن، رادیوها و تلویزیون‌های فارسی زبان در کشور بیرون مثل رادیو فردا، مثل بی بی سی، مثل یورو نیوز، بارها ما باهاشون تماس گرفتیم، ازشون خواستیم خبر رو بگن، بیانات ما رو بگن، ولی نخواستن بذارن. بعضی خیلی به سختی میذارم، یعنی بارها چیزی رو که اصلا خودشون باید دنبالش باشن، پدیده عجیبی که در این وسعت داره اتفاق میفته، کاری که ایشون تنها
بدون وسیله، بدون پول داره اینجوری در حجم وسیع داخل ایران میکنه رو به جای اینکه خودشون دنبالش باشن، هر جای دنیا بود، هر کشور دیگه ای بود، مطمئنن خیلی باهاش بهتر روبرو میشدن و سعی میکردن اون رو مطرح بکنن. اما بسیاری از کتابی که اصلا ارزش نداره، ببینید دنیا رو چگونه وارونه جلوه میدن، ارزش ادبی نداره، ارزش استنادی نداره، ارزش تاریخی نداره، منتشر میکنن، پول میدن، به وفور منتشر میکنن، به چاپ چندم هم میرسه، ولی آخرش میبینی به جایی هم نرسید و فقط هی میگن نویسنده معروف فلانی کتاب نوشته، در حالی که وقتی میری میخونی میبینی هم دروغه، هم سند نداره، هم به جایی نمیرسی، هم اطلاعاتی بهش اضافه نمیشه، به آدم اضافه نمیشه. بعد همچین کتابی، همچین بیاناتی اینجوری مورد بیمهری قرار میگیره. اینا مثالاییه که نشون میده که چگونه امپراتوری قدرت سعی میکنه با استفاده از رسانه خودش رو جلو ببره. الان مثال دیگه هم که میتونم بزنم، داخل ایران به وسیله امپراتوری دینی که راه اندازی کردن، دولت‌های موازی به وجود آوردن، هر کدوم از اونها سهمی دارن، نمیدونم یک دفاتر آیت الله ها با سهم امام و سهم فلان و خمس و زکات و فطریه و اینجور پول هایی که از راه دین بر مردم فشار میارن امام کنن، همجور که در تدریس اشاره شده بود، اونها به قدرت و به آلاف و علوفی میرسن که میتونن نفوذ کنن و یک سری برای خودشون دفتر داشته باشن، دستک داشته باشن، کسانی رو دور خودشون جمع بکنن و هزینه بکنن و یک قدرتی رو بر خودشون پایه‌گذاری کنن که این قدرت انقدر زیاده که در اصل ما در ایران یک عالمه دولت موازی میتونیم داشته باشیم. یعنی شما بنیادهایی مثل بنیاد مستضعفان، نمیدونم مثل استان قدس رضوی، مثل بنیاد الهادی یا خیلی که در ایران زیادن، یا دفاتر آیت الله های مختلف اینقدر قوی هستن که میتونن اعمال نفوذ بکنن در تصمیمات مهم مملکتی، میتونن تاثیر بذارن و نماینده های مجلس میتونن با پولشون خیلی کارا بکنن. این در داخل ایران. و در عرصه بین المللی هم همونجوری که توضیح دادم خیلی زیاد هست و مثال زیاده و به هر حال الان دیگه همه مردم به این واقف شدن، به این حقیقت که رسانه ها حقایق رو بیان نمی کنن. و این متاسفانه قدرت بر اساس ثروت چیزی بوده که خیلی راحت از طریق دین تونستن به وجود بیارن، حتی داخل کلیسا. حالا نمونه اسلامیش رو آقای بروجردی معین کردن، گفتن و بیان کردن به تر حدی که به هر حال امکان بیان این حقایق رو داخل ایران با این شرایطی که داشتن، همونجوری که هفته گذشته براتون گفتم ایشون به هر حال بهشون حمله شده و با وجودی که بسیار تحت فشارهای امنیتی هستن، مرتب ایشون رو میخوان به دادگاه، چندین بار اومدن به منزل ایشون و هم توهین کردن هم تهدید کردن خودشون و خانوادهشون در طی این مدتی که ایشون در مرخصی، به اصطلاح مرخصی درمانی بودن ولی حبس خانگی هستن. و اخیراً ایشون به وسیله کسانی که تحمل انتقادات دینی رو ندارن و مورد سوء استفاده حکومت قرار گرفتن، ایشون مسموم شدن و به هر حال این اتفاقی که افتاد و شرایطشون رو بسیار وخیم کرد. ولی میخوام بگم که ایشون در این شرایط هم دارن این تدریس ها رو میکنن تا جایی که امکانش هست باز میکنن، ولی بر ماست که اینها رو گسترش بدیم. رسانه ماییم، امپراتوری زر و زور و قدرت اجازه نمیده که حقایق رو با بیان کنیم، ولی شما این رو بیان کنید، این رو انتشار بدین. افکاری شبیه افکار آقای بروجردی میتونه خیلی روشنگرانه و راهگشا باشه و ما تا این کار ریشه‌ای رو نکنیم به هیچ جا نمیرسیم. این کار ریشه‌ای واقعا اهمیت داره و باید صورت بگیره این روشنگری ها تا اینکه ما بتونیم واقعا نتیجه بگیریم. به هر حال اهمیت این تدریس ها رو با این تفکر که با این توضیحاتی که دادم لطفا فکر بکنید و بهش بیشتر توجه بکنید و هر کس از هر نوعی الان که به صدای منو میشنوه سعی بکنه که این افکار رو گسترش بده.
پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا بدون مرز بعدی، بدرود.